خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش ها به اختلافات مجلس و دولت خواهیم گفت. و تشییع جنازه بسیار با شکوه مریوانی ها از کسانی که به خاطر حفظ محیط زیست جان خودشون از دست دادند. و در ادامه برنامه پاسخ به سوالات شما درباره گزارش های سالگرد 30 سالگی پایان جنگ با نفیس کوهنورد. سلام آقای بهنود، دولت و مجلس یه جورای رو در روی هم قرار گرفتن. آقای روحانی گفت نگید بحرانه، در حالی که همه میگفتن که از آقای روحانی خواسته بودن که بگه چه خبره. در نهایت هم رهبر ایران راضی بود از جلسه مجلس و دولت و پاسخگویی آقای روحانی. لابد بخاطر اینکه با گفتن نگفتن آقای روحانی چیزی عوض نمیشد. حالا فکر کنی آقای روحانی گفته. بله، به نظر میرسه که آقای روحانی یک بار دیگه وفاداری خودش رو به اصول جمهوری اسلامی و اصول پایگذاری جمهوری اسلامی که روز اول هم توش بوده ثابت کرد. میخوای شروع کنیم با اول هفته روزنامه شرق؟ خب اول هفته است، هم ماجرای خبری که راجع به دستگیری اون رانتخورای میلیاردی حراج طلا اومده بود برای شرق جالبه، که درست هم از جالبات باشه. و بعدم این اولین روزی است که بعد از ماجرای دو تا رأی که دو تا دادگاه آمریکا دادن علیه آقای ترامپ عملا، و بعد واکنش آقای ترامپ، ترکشای سه‌شنبه سیاه. اتفاقا درست همین روز روزنامه‌های دنیا، خود روزنامه‌های آمریکا هم یه همچین نگاه هایی داشت. من یه نگاهی هم بکنیم به سرمقاله آقای غلامی که گفته بدا به حال مسببان و در واقع یه انتقاداتی از اصلاح طلبان کرده. در اول هفته است آقای غلامی درست دیده صحنه رو، میگه این روزها انگار که دولت و مجلس از صحنه سیاسی کشور غایبند. اونها با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن، تجلی دموکراسی هستند. این دوتا نهاد در حال حاضر بیش از اون که در عرصه سیاست کنشگر باشند واکنشگرند، و البته مجلس بیش از دولت اینطوریه. میگه اقدام تاکتیکی اشتباهی کردن، در واقع کسانی رو که خواستن وارد مجلس کنن که میتونستن از شورای نگهبان بگذرن. و نکته بامزایی هم که اشاره میکنه، میگه که اصلاح طلبان لیست اصلاح طلبان، بله، بعد میگه که اصلاح طلبان در واقع کشت دیم رو انتخاب کردن برای کشاورزی، به امید بارون نشستن در حالی که باد اومد تمام اون بذر رو هم برد. دقیقاً ایشون توجهش به این استش که الان این حوادث که مجلس با دو تا استیضاح و دو تا وزیر رو گرفته شروع کرده، ادامه پیدا میکنه، که اتفاقا ادامه پیدا کرد بعدن. بله، بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم. عکس آقای دکتر ممتاز رو گذاشته که قاضی ایرانی کرسی لاهه هستند و یه شخصیت حقوقدان برجسته، با یکی از تأسف همین هستش که در تا دولت آقای احمدی‌نژاد ایشون در تهران دانشگاه تدریس میکردند و اینا، بعد از اون نه. سازندگی هم میبینید که اون بالا روحانی رو زیر تیغ میبینه. در این حال توجه داشته باشین که آقای مرشی چیزی رو داره اینجا باز میکنه که بعداً به نوع گسترده تری تو اعلامیه دیروز حزبشون اومد. و اونی که میگه سازندگی کارگزاران که انتقاد کرده بود اونم از اصلاح طلبان به نوعی، بله، در حقیقت آقای مرعشی میگه که این اتحاد بین امید و اعتدال رو باید حفظ کرد. بریم روزنامه بعدی اعتماد رو ببینیم. گرچه تیتر اصلی و عکس اصلی اعتماد درباره ونزوئلا است و این آوارگانی که از میلیون گذشت و تشدید بحران مهاجرت در آمریکای لاتین، ولی از اونجایی که پایش روی تورم هست و پایش روی بحران اقتصادی هست، انگار که یک نگرشی به اصطلاح عبرت برانگیزی هم پشت این انتخاب اعتماد هست که هست. بریم روزنامه جوان رو هم ببینیم.
خب بعد از اینکه مجلس با آقای روحانی روبرو شد، آقای روحانی اونگونه صحبت کرد که میدونیم، بعضی از روزنامه، چهار تا روزنامه، رسالت، جوان و شبیه، حتی روزنامه های اصلاح طلب نوعن، قانع نشدیم رو به نقل از نماینده های مجلس مطرح کردن. یکی از روزنامه ها یه ذره جلوتر رفت، حسن سخن نگفت، روزنامه ابتکار بود. به حال موضوع اصلی شد این، و بعد اون بالا جواب میبینید که اون دادگاه رو هم ازش نگذشته. درست هم هست، به خاطر اینکه وقتی میره گزارش اون دادگاه رو میده، صف اخلالگران 2500 میلیارد تومانی در دادگاه. حالا اون 2500 میلیارد رو وقتی میایم تو گزارش خود روزنامه جوان که میگه 19 تا اخلالگر هستن که اکثرشون چهرهای جوانی دارن و البته برخلاف دادگاه قبلی متهمان ظاهراً نادم هم هستن، میگوید که اینها به هر حال جوونند و سعی میکنند چهرشون دیده شد. یکیشون زد زیر گریه، سه تاشون 26 ساله هستن که اونها هم کارتای ملی استیجاری داشتن، مجموعاً 36 میلیون دلار. حالا 36 میلیون دلار که اینا نداشتن دیگه، دارن اجاریه دیگه. خب برمیگردیم به کارتون ها و مجله ها رو با هم میبینیم. هفته گذشته به مناسبت 30 سالگی پایان جنگ ایران و عراق، مجموعه گزارش های از بی بی سی فارسی پخش شد که واکنش های زیادی داشت. نفیس کوهنورد که برای تهیه این مجموعه گزارش ها به چندین شهر عراق سفر کرده بود، تا دقایق دیگر اینجاست تا به سوالات شما پاسخ دهد. سه دهه پس از پایان جنگ عراق و ایران، عراقی‌ها درباره این جنگ چه فکر می‌کنند؟ جنگ 8 ساله چطور هنوز هم بر زندگی ساکنان این کشور سایه انداخته؟ سلام نفسه، خوش آمدید به دیدبان. فقط قبل از اینکه من مصاحبه رو با تو شروع کنم، باید بگم که یکی از مخاطبان ما سوالی کرده بود در مورد برنامه به عبارت دیگر که هفته آینده بهش جواب خواهیم داد. اما بریم سراغ گزارش هایی که تو در مورد پایان، به مناسبت 30 سالگی پایان جنگ تهیه کردی. واکنش ها زیاد بود، خیلی ها تشکر کردن، خیلی ها نوشتن که بسیار دیدنی بود گزارش ها، تحت تاثیر قرار گرفتن، حتی خیلی ها بودن که میگفتن ما با اون خانواده ها احساس نزدیکی و همدردی میکنیم. ولی خب دیدبان جاییه که ما به انتقادها و سوالات جواب میدیم. توییتر یک اکانتی به نام سانچو پانسا، اگه درستش کنم تلفظش کنم، پرسیده که هدف شما به عنوان یک خبرنگار برای ساخت این برنامه چی بوده؟ من مدت ها بود که همه، خیلی از بیننده هامون برای من می نوشتن که نگاه عراقی ها به جنگ عراق و ایران چیه، چه احساسی نسبت به ایرانی ها دارن. مثلا بارها شده بود از من پرسیده بودن که وقتی که میگی که ایرانی هستی چطور باهات برخورد میکنن، به خاطر مخصوصا وقتی در مورد فرمانده ها یی که در جنگ 8 ساله شرکت داشتن صحبت میکردن. همین باعث شد که ما تصمیم بگیریم که بریم این بار جنگ رو از نگاه مردم عراق، بخشی از مردم عراق بگم، جنگ رو از نگاه اونها ببینیم. و عملا یعنی تمام تلاشمون، تلاش من و تیمم بر این بود که به آدم‌هایی که اون زمان رو تجربه کردن یا هنوز دارن از اثرات اون جنگ رنج میبرن، که خیلی از رنج‌ها مشترک هست بین دو کشور، و دنبال این رفتیم که این داستان‌ها رو پیدا بکنیم، این اشخاص رو پیدا بکنیم و پای صحبتشون بشینیم. اما باید بگم که به هر حال یک جنگ 8 ساله با اون ابعاد انقدر روایت زیاد داره که شاید مثلا 80 سال زمان لازم داشته باشه که بخوایم همه روایت هاش رو بیرون بیاریم. خیلی بیشتر، حتی خیلی بیشتر. حسین گفته که چرا همزمان با تحریم دلار و فشار آمریکا به ایران، این گزارش هایی که اون معتقده که تفرقه افغانی بین مردم ایران و عراق رو میسازه رو درست کردی؟ و یه نفر دیگه به نام مرساد هم گفته بود آیا داری مثلا زخم های کهنه رو تازه میکنی؟ برای خود من رو هم این رو نوشتن و تا جایی که میشد جواب دادم. این زخم ها هنوز هست
وقتی که خانواده های مفقود های دو طرف 30 ساله 3 دهه هست منتظرن یک جواب بگیرن، منتظرن که عزیزانشون رو بدونن کجان، حتی یک استخون ازشون تحویل بگیرن، خب این زخم ها همیشه هست. و خیلی ها همونطور که گفتم خیلی ها میپرسیدن اتفاقا که اونها چی میدونن. ما در ایران شاید مثلا میشه گفت با این جنگ بزرگ شدیم، با روایت های این جنگ بزرگ شدیم، با خود حالت این جنگ بزرگ شدیم. من خودم که بچه بودم یادم میاد که یاد گرفته بودم موقع بمباران رو زمین دراز بکشم و دهنم باز کنم، گوشام بگیرم و اینا. خب همه اینها وقتی که من وارد عراق شدم برای خود من هم سوال برانگیز بود که آیا اگر با یک فرماندهی که در جنگ عراق و ایران شرکت داشته برخورد بکنم چه حسی خواهم داشت، چطور نگاه خواهم کرد، اون چطور به من نگاه خواهد کرد. و واقعا پشت این گزارش ها همین ها بود که ما رفتیم. کاش حداقل با مثال میگفتن که کدوم بخش این گزارش ها تفرقه برانگیزه، چون اینها بخشی از تاریخ دو کشوره. و اتفاقا جالب اینه که تو همه گزارش هامون تقریبا میشه گفت همه به نوعی اشاره کردن به اینکه عراق انقدر جنگ ها و مشکلات دیگه داشته که اصلا اون جنگ 8 ساله دیگه خیلی در حافظه دورشون مونده، برخلاف چیزی که ما در ایران داریم. و به قول یکی از فرمانده ها میگفت شما اگه یه دونه جنگ دارید همش اون رو هم برای خودتون تکرار میکنید، هر جام بریم 2 تا تانک عراقی به نمایش گذاشتن که زمانی مثلا منهدم کردن. دقیقاً گفتی مثال، علی رضا یک مثالی زده گفته که توی مصاحبه با سربازی که اگه اشتباه نکنم تو گزارش فاو بود، سربازه گفته که همه مشکلات زیر سر ایرانه، انگار که مثلا تو خواستی یه چنین چیزی رو. نه، ما داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم، به هر حال این روایت این آدم هاست، من چیزی خودم اضافه نکردم، اجازه دادم که اینها حرف بزنن و این وظیفه منه آوردن این روایت ها از زبون اون کسانی که دارن روایت میکنن. در همون گزارش فاو 2 نفر دیگه هم هستن که حرف میزنن، یه سربازی که در پس گرفتن فاو شرکت داشت که میگفتش که اصلا این جنگ بیفایده بود و میگفت هنوزم دارم فکر میکنم که اون همه سرباز کشته شده که دیدم برای چی کشته شدن. یا فرد دیگه‌ای که الان شیخ عشایر فاو، خونش ویران شده بود در زمان جنگ عراق و ایران، الان میگفتش که ما خیلی روابط خوبی داریم با ایران و رفت آمد میکنیم و هرچه بوده گذشته. یعنی در همه گزارش ها ما میتونیم دو طرف این ماجرا رو بشنویم. من خواهش میکنم که بیننده ها این 5 تا رو به عنوان یک مجموعه نگاه بکنن و اگر وقت دارن به وبسایت هم برن، چون در وبسایت با تفاصیل بیشتری ما در موردش نوشتیم که این افراد چه یاد دقیقاً گفتن. مثلا همین خانواده مشتاق که پدرش رو از دست داده بود و میگفت من هنوزم خمینی رو مقصر مرگ پدرم میدونم، عمش کنار دستش نشسته بود میگفت جنگ تقصیر صدامه. یعنی این نگاه ها حتی در داخل یک خانواده هست و من فقط راوی این روایت ها هستم، نه چیزی بیشتر. کیو ایرانی گفته که تو توی یک کلیپی گفتی که صدام از بمب شیمیایی استفاده کرده علیه ایران و چرا نگفتی که چه کشورهایی مثلا مثل انگلیس و آمریکا و اینا که مثال زده این شیمیایی رو بهش دادن. قبل از اینکه تو جواب این سوالو بدی فقط بگم که تو 1-2 هفته آینده بی بی سی یک مستندی فقط درباره همین حملات شیمیایی پخش خواهد کرد. حالا تو جوابت به این سوال چیه؟ باز باید بگم توی این مجموعه ما دنبال این نبودیم که بگیم کی مقصر بود، کی چی کار کرد. بیشتر هدفمون این بود که نگاه عراقی‌ها رو بعد از این همه سال به این جنگ از زبون اونها بشنویم و ببینیم که خانواده‌های مختلفی که تاثیر این جنگ رو دارن تجربه میکنن یا تجربه کردن چه شکلی نگاه میکنن بعد از 3 دهه. اما در مورد همین موضوع شیمیایی که در داخل گزارش فاو بود، همون سربازی که در جنگ پس گرفتن فاو شرکت داشت خودش اشاره کرد، گفت ما تنها نبودیم دیگه، یعنی میگفت عراقی ها تنها نبودن و حتی اشاره کرد به هواپیماهای فرانسوی. ولی خب میگم هر گزارشی، هر چیزی در مورد همچین واقعه بزرگ و عمیقی که زخمهاش هنوزم مونده حتما کاستی هایی داره، اما ما هدفمون
این نبود که بریم ببینیم که دقیقاً چیزهایی که خیلی آشاد میدونن، همین که چه کشورهایی کمک کردن یا نکردن، اینها رو بارها شنیدیم ما. ولی اینکه یک بچه عراقی، دقیقاً بچه عراقی یا کسی که پاشو از دست داده توی این مین‌ها، اون چه حسی داره که طرف ایران هم همین حس‌ها هست. بله. طرف ایران هم کسایی هستن که پاشونو از دست دادن، طرف ایران هم زن‌هایی هستن که منتظر شوهر یا پدرشون هستن، فرزندانی که منتظر پدرشون هستن. اینا داستانای مشترکی بود که من سعی کردم بیارم و نشون بدم که یک جنگ چند نسل رو میتونه واقعا بعدها تحت تاثیر قرار بده. یه سوالی که خیلی ها پرسیدن این بودش که اصلا عجیب ترین موضوع در حین تهیه این گزارش ها چی بوده، یا شاید مثلا برای خود منم سوال بود که واقعا چه چیزی، من خودم وقتی میدیدم گزارش های تو رو خب خیلی جا تحت تاثیر قرار میگرفتم، تو چه چیزی بیشتر از همه تحت تاثیر قرار داده؟ خب همش به نوعی سخت بود، به خاطر اینکه داشتم در مورد چیزی میشنیدم که خودم هم باهاش بزرگ شدم و دیدم، ولی فکر میکنم سخت‌ترینش مفقودها بود، چون خیلی رومون تاثیر گذاشت. برای اینکه اون صحنه‌ای که ما دیدیم، اون همه تابوت روی زمین، و من هنوزم برام خیلی سخته. و خب بارها هم فیلم بردارم هم خودم خیلی برامون سخت بود اصلا اونجا قرار گرفتن و فیلم اینا رو گرفتن و نگاه کردن و حس این که اونور دو قدم اونورتر خانواده‌ای هستن که 30 سال منتظرن. 30 سال منتظرن یه معجزه بشه، چون ما این رو اینورم شنیدیم، خانواده‌ای که مثلا اون خانومی که باش صحبت می‌کرده میگفت انشالله برای عروسی پسرم بیاد، برای عروسی دخترم نتونست بیاد، هنوز باور نکرده که تموم شده، یعنی دیگه معجزه امکان نداره. و واقعا اون صحنه که ما دیدیم 76 تا تابوت چیدن، صبح اول وقت دارن آمادهشون میکنن و هر 76 یعنی 76 تا یعنی 76 خانواده یا بیشتر. و اون صحنه ای که میگم سخت‌ترین صحنه ای که تو من صحنه سخت زیاد دیدم توی این چند سال، اما این سخت‌ترین صحنه ای بود که دیدم. این تابوت ها رو بردن، در بسته شد، من این طرفه در بودم و سرباز عراقی به من گفت نمیتونی اونور بری. و سخت بود، آسون نبود واقعا، هم من هم فیلم بردارم خیلی اذیت شدیم سر این گزارش. حالا ما هم که این برداشت میدیدیم تحت تاثیر قرار گرفتیم. ممنون که اومدی، خسته نباشی از این گزارش ها. نفیسه کوهنورد، گزارشگر بی بی سی فارسی در منطقه. آقای بهنود، کارتون ها چی بودن در هفته ای که گذشت؟ همین موضوعی که تمام هفته رو گرفته دیگه، مسائل مربوط به بحران اقتصادی در حقیقت. میخواین شروع کنیم با طراوت نیکی؟ این جمله آقای ظریف بود دیگه، یادتونه ما خودمان انتخاب کردیم جوری دیگری زندگی کنیم. بله، در مصاحبه با آقای رشیدپور. اونم خط فقره، یادتون باشه هر چی دارین میبینین زیر خط فقره. میگه خوشحالم که مثل خیلی ها زیر خط فقر رو برای ادامه زندگی انتخاب کردید. میاد پایین تر میگه دستتون درد نکنه، عجب جای باصفایی رو انتخاب کردید، به به چقدرم شلوغه. بعد یکی دیگه میگه که ما که خیلی راضی هستیم که انتخاب کردیم یه جور دیگه زندگی کنیم، فقط بچه ها یکم گرسنن که عادت میکنن، چقدرم بزرگ جا برای همه هست. یه فرق. چیز جالبه که من توی توییتر دیدم، یکی عکسی گذاشته بود، همون مادر و دختری که پشت استادیوم نشسته بودن و داشتن بازی فوتبال رو نگاه میکردن، دختر به مامانش میگه مامان چرا ما از اینجا باید بریم؟ میگه مامانش هم میگه ما خودمون انتخاب کردیم که اینجا بشینیم. با این جمله خیلی بازی خیلی بازی ها شد. بله، بریم بعدی، مال فیروز مظفری هست. خب فیروز مظفری هم همون فرار از دست کم تهران. تهران از همه جای کشور طبیعتاً همیشه همینطور بوده، گرونتره دیگه. بنابراین در خبرها هم هست، تو آمار هم هستش که کسانی تهران گرون رو دارن ترک میکنن. فیروزه مظفری هم همینه کشیده، از لای این قیمتا، از لای نمودار قیمتا و اینا هم داره اشاره. بله دیگه، چون دیگه اون کولم که پشتشونه مهاجرته، این دست قیمتا در رفتن. کار بعدی محمد تهانی هست. این همون داستان آقای مشائیه و اینکه در دادگاه پیرنشون رو درآوردن. و در حقیقت آقای تهانی داره میگه که ایشون تصور سوپرمنی
کرده است و داره، یعنی زیرپیان خودش رو سوپرمنی میبینه. آقای مشایی، برای اطلاعتون اون چیزی که باعث شد که در آورد به خاطر اینکه ایشون رو با پیرن زیر آورده بودن، بله، با دستبند، و بعد اونجا بهش کت زندان داده بودن پوشیده بود، میخواست بگه که منو به این ترتیب نیاوردید. برگزیده ها شهرونگ رو آوردید این هفته؟ بله، شهرونگ در حقیقت که صفحه طنز شهروند هستش، تو این تغییر و تحولاتی هم که روزنامه کاملا اساس شایعات تحریرشون عوض شد، نه باقی موند در حقیقت این صفحه با همون نیروهایی که داشت و به دبیری هادی دری که این وسط داریم میبینیم عکسشو. این یه قطاریه که گویا تمام هیئت تحریریه روش سوارن و دندقبش کار نمیکنه. دندقبش هم که دارن میرن جلو. بعدی قانون رو ببینیم. قانون در اون روزی که تشییع جنازه جانباختگان محیط زیست شد، در حقیقت چهار نفری که در کردستان این اتفاق براشون افتاد، هم این عکس عکس خوبی است که نشون میده چقدر مردم با غیرتی بودن که رفتن این عزیزانشون رو تشییع جنازه کردن، و بر همون تیتر خوبه، تیتری که توش به زبان کردی می نویسه که سیاوشان بر دوش نیشتمن، که پرسیدیم معلوم شد که به معنی میهن هست. میهن، بله. بریم مجله ها رو ببینیم. کرگدن اولیش هست. خب این هفته نامه خوب کرگدن چیزی نیستش که آسون بشه ازش گذشت. آقای میرفتاح سردبیر میگه حق بگو، حق بده، حق بستان. چند هفته ایست که کرگدن تقلق شده. بعد گزارش میده که موقعی که با وابسته به روزنامه اعتماد بودیم، خب نسبتا مرتب بود، همراه روزنامه بود، بعد یه سالی که اولی که مستقل شدیم اونم کم و بیش خودمون اداره کردیم، ولی حالا، ولی میگه که من اینو نگفتم که غر بزنم راجع به وضع فقط کرگدن مجله خودمون، بلکه دارم میرم به سمت این که بگم اوضاع عمومی چجوری است. اما پرونده شخصیت درباره آقای کتکنی است و میگه که احیای متون. در اول شروع میکنه آقای کتکنی رو معرفی کردن، که البته به معرفی احتیاج نداره آقای کتکنی، و بعضی از کتاباش میبینه. بعد میلاد عظیمی میگه که این کیمیای هستی تازه ترین اثر شفیع کتکنی است در برگیرنده همه نوشته های او درباره حافظ. مجله بعدی دفترهای نیلا هست. دفترهای نیلا که زیر نظر آقای امجد هم هست، حمید امجد، که واقعا جانش با تئاتر در هم هست. بله. اینجا میگه بازگشت به جایی که هرگز نبوده ای. درست یا غلط، این وسوسه همیشه هست که خود نویسنده را هم اغلب در متن درون مایه های آشنا و تکرار شونده آزارش به یاد میاریم، یا سیماش رو مجسم میکنیم، و به این ترتیب میرسه به سم شپرد، همین انگلیسی نمایشنامه‌نویسی معتبر، که واقعا کار انقدر کارهای درست حسابی در زمینه نمایشنامه‌نویسی کرده که بعضیش هم فیلم شده. در این حال آثاری هم هست از جوانهای جدیدی که دارن پشتوانه میکنن تئاتر رو، بعضی از کارشون رو صحنه اومده، بعضی به همین زودی خواهد اومد، با این شور و عشقی که نشون میدن و مجموعه در مجله نشون میده. و چقدر خوب که اونها یه مجله اینقدر فروتن و ترتمیز، تر و تمیز، بدون اینکه صفحه رنگی و عکس و شمعات داشته باشه. خب برگ هنر رو هم ببینیم. دو ماهنامه ادبیات داستانی این دفعه شوالیه شگفت‌انگیز ایتالو کالوینو کالوینوس، و ده ها مطلب خیلی خوب از جمله خود آقای بوربور نوشته. فانتزی و حقیقت، پیوند فانتزی و حقیقت هم مطلبی است که ترانه یلدا نوشته. ترانه یلدا چرا غیر از اینکه او ایتالیا تحصیل کرده و زنده کرده و بنابراین در از این موضوع آشنایی یا یه محیط آشنایی داره حرف میزنه، یه ترجمه هم خودش کرده از کارهای کالوینو، داره این دفعه میرسه به اون قلب هستی، هستی شناختی او، و به نظرم خیلی مطلب شیرینی آمد، گرچه که نوشته بقیه هم همونقدر شیرین بود. بریم نکته آخر و کارتون آخر رو ببینیم. این کارتون رو در حال که نگاه کنین ببینیم، آقای روحانی حرف زده، باید هم مسعود ماهینی آقای روحانی رو میکشته، ولی آقای روحانی روحانیه نمیشه کشید، بنابراین آقای جهانگیری. آقای روحانی در مجلس گفتن که نگید که ما بحران داریم. آره. ما بحران نداریم. ملت هم اینجا میگن والا ما هم نون نداریم. آقای جهانگیری هم میگه نگران نباشید، بحران نداریم، در مرحله آسیب هستیم. خب نکته آخر چی آوردیم؟ کوری عالمی
اون موضوع اون عکسی رو که دیدین تو اون تظاهراتی که تمام هفته گذشته موضوع صحبت بود بعد از اعتراض آقای مکارم شیرازی، یه عکسی بود که توش نوشته بود که ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظاره. اینم داستانی بود. بله، اینو خب معنیشو همه فهمیدن، جز اینکه یه ذره توضیحات که داده شد معلوم شد اون جایی که ایشون رفت اشاره کرد، یه استخر که چرز کنم یه حوض باریکی است که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد شده رئیس جمهور، چون نمیتونسته دیگه بره اون جایی که میرفته، دیگه فقط همین مده بود که ایشون آقای احمدی نژاد با هم برن تو استخر، بنابراین رفتن یه جایی رو اون پشت مشتا پشت دیواری یه جایی باریکی رو درست کردن که حالا عکسش اینا هم در اومده. میگه که بعد از اینکه این شعار رو نقل میکنه، میگه یه بابای اینو روش نوشته بود، اول تکذیب شد بعد تایید شد، بالاخره معلوم نشد ما باید چیکار کنیم، تا اینکه دیروز ایسنا و روزنامه دولت گزارش دادن که بر اساس فیلمی که از سخنرانی یک مداح مشهور منتشر شده، اون هم یه اشاراتی کرده و از جمله در مورد آقای روحانی گفته اون یارو آخرش در استخ مرد، این یارو هم آخرش در استخ میمیره. پوریا این رو آورده، میگه البته اینجا خب مقصر یکی ممکنه پاش بره روی صابون بخوره مقصر میشه صابون، یکی ممکنه خودش زمین بخوره مقصر میشه اونجا، بحران آب و خشکسالی هم که هستش. و آیا اگه آقای هاشمی جای استخ میرفت پارک ارم یا پارک ملت کسی با اون مشکل داشت؟ به حال پس بهتره آقای روحانی تا اطلاع ثانوی دست به مایو نبره. ممنون آقای بهنود، لطف کردید مثل همیشه، ممنون از شما. تمام راه‌های تماس ما به روی شما بازه، نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید، میتونید نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbcshoma یا توییتر ما @bbcdidban بفرستید. از همین هشتگ در فیسبوک هم میتونید با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.